نفت و کارهای عمده هستند.
اضافه آبگونه التهابی که وجود میاره تقریبا قیمت رو تا $25 به هر بشکه بالا و طبیعتا پیامدهای آنی و میان مدت دراز مدت به ایران خواهد داشت. آرامش واکنش کشورها و کشورها نیاز پیش بینی هست که طبیعتا ماسک کردن و دانگیه نداد که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب خب جمهوری اسلامی نقش قابل توجهی در بی‌ثبات کردن منطقه داشته. علتش هم این بوده که نظم جهانی رو نمیپذیره و به طریق اولا نظم نوین جهانی رو که تک یک جانب گرایی است یا بهتر بگم نظم آمریکایی بر جهان است که با حمله به افغانستان آغاز شد و تداوم پیدا کرد و به قصد تسلط بر خاورمیانه و ایجاد خاورمیانه جدید این نظم رو به وجود بیارن و تمام جغرافیای منطقه رو جغرافیای سیاسیش رو به هم بزنن و همونطورم که بیان کرده بودن این نظم خاورمیانه متعلق به اوایل قرن بیستم هست که بعد از فروپاشی عثمانی به وجود آمده و استعمارگرای مثل کهن مثل انگلیس فرانسه نقش کلیدی داشتن در این جغرافیا و الان دیگه این دوران پایان یافته. در صورت
بعد از اون هست که تنش در خاورمیانه به اوج خود رسید. ایران این نظر جدید رو نپذیرفت. اونهای دیگه هم که نپذیرفتن سرکوب شدن، یا مثل عراق، لیبی، سوریه. و طبیعتا روسیه هم این نظر رو نپذیرفت و چین هم نپذیرفت و حتی بخشی از اروپایی هم قبول نمی کردن. مثل فرانسه و آلمان به طور آشکار در رابطه با حمله به عراق مخالفت کردن، یعنی نظم نوین. بعد از تلاش های زیاد که صورت گرفته و بی‌ثباتی رو به اوج رسونده در خاورمیانه و پیامدهای بزرگی هم داشته، گرچه هنوز تهدیدها بالاست، لشکرکشی، آرایش نظامی و به اصطلاح منطق اسلحه هنوز خیلی سخن شاید اول رو میگیره، اما در لابلای اون هم فرای این تهدیدات دیپلماسی هم فعال شده. به عنوان مثال دیپلماسی روس ها نقش بزرگی در مسئله سوریه داشت و تمام مسئله سوریه از طریق فقط اسلحه حل نشد، بلکه دیپلماسی فعالش که تونست دشمنان رو به دوستان تبدیل کنه یا حداقل اونا رو خونسا نگه داره. دشمن سرسخت بشار اسد اردوغان بود که اون رو در صورت به یک دوست روسیه تبدیل کرد، در صورتی که در آغاز جنگ سوریه از نیروهای کلیدی برای سرنگونی بشار اسد بود. به وقتی این تغییر جهش صورت گرفت، چون ترکیه نیروی اصلی تامین کننده لوجستیک و سلاح و آموزش و بسیج و حمایت از تروریست ها بود، به مرتبه توازن قوا چرخید. با توجه به اینها مسئله در صورت در مقیاس جهانی هم به وجود اومده. در همین رابطه اگر نگاه بکنیم، یکی از تغییراتی که کاملا محسوسه تغییراتی است که در اوکراین به وجود اومده. در این زمینه رئیس جمهور انتخابی جدید سخنانی گفته که شاید چشم‌اندازهای آینده رو روشن کنه. به یک مقداری هم ما بفهمیم امکان سازش‌های در این زمینه‌ها وجود داره یا نه، که بیان کرده رئیس جمهور جدید که یک درصد شومن هست و سیاستمدار کنه‌کار آقای پروشنکو رو با اختلاف فاحش از بسا پیروزی از آن خود کرد و اون رو به زیر کشید. در یکی از سخنانش، خیلی آغازین سخنش، این نوید داد که مسئله احیای نیروها یا کشورهای که به اصطلاح اتحاد شوروی سابق رو می ساختن، خب پروندهش باز، یعنی میتونه اتفاق بیفته. و شون وعده داد که به اصطلاح که بازگشت برای بازگشت آن عده از اهالی اوکراین که در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان بوده و نیز کسانی که در روسیه بازداشت شدن، اون تلاش میکنه این مسئله رو حل کنه. و خلاصه این نگاه جدید، من به عنوان شهروند اوکراین میتوانم خطاب به تمام کشورهای شوروی سابق بگویم به ما نگاه کنید، همه چیز ممکن است. یعنی تمام کشورها ممکنه دوباره ما وارد همون بروک بندی یا حداقل وارد همون فضای قبل از این حوادث بشه. اینجا یا باید بپذیر آمریکا شکست کامل خورده، چون این نگاه جدید که با بیش از 73% رای پیروز شده، نگاش به احیای شوروی سابق تحت عنوان کشورهای مشترک المنافع است و نگاش به اروپاست که پل پیوند بین اروپا و
روسیه باشه. این نگاه کاملا مشهوده توی ادبیاتش، چون قول معروف روز پیروزیشون در مسکو کاخ کرملین جشن گرفت، شادی کردن. و البته اتحادیه اروپا هم احساس نکرد که آزند هست. خب این از این مورد رو وقتی در نظر بگیریم، این هدیه ای هست که به پوتین داده شده و به چشم انداز. چرا امکان داره این کار؟ این امکان داره دوباره این کشورهای مشترک المنافع که دوباره متحد بشن یا در یک راستای اقتصادی قرار بگیرن، مثل اوکراین، بلاروس، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و تقریباً این کشورها. البته که ما پیش اغلبشون توی بازی مشترک هستن. از طرف دیگه یک چرخش در سیاست آمریکا و فاصله گرفتن از اروپایی ها در لیبی دیده شده که همه رو باز دچار شگفتی کرد. در همین رابطه بحران لیبی یکی از مسائلی است که آقای اوباما هم بهش اعتراف کرد که در آخرین روزهای زمامداریش که اشتباه بسیار بزرگی که کرده در لیبی بوده، چرا که رفتن یه قدرت رو منهدم کردن، خلای قدرت به وجود اومد و خلای قدرت رو یک نیروی سالم پر نکرد. در نتیجه اونجا چند دولتی شد، آنارشیست شد، هرج و مرج شد و تمام گروه های جنگ سالار و تروریست هر کدوم بر بخشی حاکم شدن. و در صورت از قبل دیده شده بود که بین یکی از جنرال های قدیمی لیبی که با جنرال قذافی بود که روابط نزدیکی با السیسی مصر داره و اینها همه نوع ناصریست هستن، یعنی فراموش نکنیم که قذافی با حمایت جمال عبدالناصر در لیبی به قدرت رسید و این پیوند بین ارتش مصر و لیبی همیشه وجود داشته. و از یه دوره هم پوتین و روسیه وارد حمایت از این ائتلاف شد و در شاید بلوک بندی هایی که در لیبی وجود اومد، یک بلوک بندی بود که ناتو یا بهتره بگم اروپایی ها، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و اینها پشتش قرار گرفتن و یه ائتلاف هم که روسا و مصری ها تقریبا رفتن پشت این قضیه. وقتی هم که میگیم مصر، طبیعتا امارات و عربستان هم به شکلهایی پشت این میره. آنچه وضعیت لیبی رو در این روزا بسیار پیچیده کرده تغییر نظر آمریکا در حمایت از یکی از طرفهای درگیر بود. روز جمعه کاخ سفید بیانیه صادر کرد و تاکید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور با ژنرال خلیفه هفتر فرمانده نظامیان شرق کشور تلفنی صحبت کرد، در صورتی که الان دولت قانونی یا چیزی که قانون میگن دیگه در این نماینده در سازمان ملل مورد حمایت اروپایی ها هست، به اصطلاح کسی است که در ترابلس حکومت میکنه و به اصطلاح تحت کنترل طرفداران اون هست در منطقه مرکزی. اما مخالفین هفتر میگن او یک نظامی خودکامه است و اگر شخص اول مملکت بشه در این حال موفق میشه که به جنگ داخلی هم پایان بده. حالا باید اینجا بین امنیت و دموکراسی یکی رو انتخاب بکنن. ظاهرا در لیبی مانعت الجمع بعد از چند سال ویرانی و بازگشت بردهداری به لیبی و با توجه به این که میلیون ها آفریقایی از کانال لیبی به طرف اروپا به ویژه ایتالیا میرفتن، خب این مشکلات عظیمی برای اروپایی‌ها ایجاد کرد. خط‌کشی های ژئوپلیتیک خارجی در لیبی به دلیل شرایط آشنایی کشور به ویژه درآمد نفتیش و نقش در هم تنیده چند لایه‌اش
خودش نیاز به مرزهای جدیدی رو مثلا مطرح میکنه. پس بنابراین در اینجا هم باز میبینیم که آمریکا با روسیه تقریبا نزدیکتر هستند تا آمریکا با اروپایی ها. و این مسئله آشکارا مشهوده که آیا این ابتکار شخصی خود ترامپ هست یا دیگرانی مثل وزیر خارجه بخصوص بولتون تو این بازی چه نقشی داره. این اهمیت کلیدی داره در شمال آفریقا این مطلب، و چشم‌اندازی رو باز میکنه که اگر لیبی به ثبات برسه میتونه طبیعتاً تأثیر زیادی روی ثبات در مصر داشته باشه، چرا که بخش قابل توجهی از اخوان المسلمی های مخالف السیسی و دولت مصر عملاً از این شرایط هرج و مرج در لیبی بهره گرفتن و در اونجا متمرکز شدن و خطر بالقوه برای مصر داره. و طبیعتاً همین نیروها میتونن در آشوب‌هایی که الان در سودان به شدت فعاله و حرکت‌هایی که صورت گرفته اونجا هم تأثیر بزنن. و طبیعتاً در تونس، مراکش، الجزایر، تمام اینها چیزایی است که بی‌ثباتی رو تسری میده به تمام شمال آفریقا. و این بی‌ثباتی در این کشورها بی‌ثباتی کامل برای اتحادیه اروپا وجود میاره و موج مهاجرت ها و موج مسائل مختلف. اما در یکی از آخرین مسائلی که رخ داده مسئله کره شمالی است که گویا مذاکرات در اونجا به بن‌بست رسیده، مذاکرات مستقیم فیما بین آمریکا و کره شمالی، که رهبر کره شمالی مقصر این کار رو آقای پومپو و آقای بولتون میدونه که اینها را جز نیروهای افراطی و در آخر سر تشخیص داده که اینا قابل مذاکره نیستند و کلمات ناهنجاری هم نصار اینا کرده، گرچه به نظر میرسه نسبت به خود ترامپ حسنیت دارن. و در این زمینه حالا با تماس آمریکا یا به هر دلیل این مسافرت رهبر کره شمالی و دیدارش با پوتین داره اهمیت بسیار بالایی هست که گویا پوتین بازم اینجا وارد گود شده و نقش میانجی بین رهبر کره شمالی و ترامپ رو میخواد بازی بکنه و این مطلب عنوان شده و عیان شده که چه نقشی رو پوتین بازی میکنه. پس بنابراین اینجا ما میبینیم که این دو کشور بیش از آن که حالت خصمآمیز داشته باشن حالت همکاری برای حل معضلاتشون دارن. اما طور هم که این رو دیدیم در سوریه هم این نبود که آمریکا تمام ظرفیت های نظامیش رو استفاده کرده بود دیگه تسلیم شده، نه، اونجا هم به نظر من با روی کار اومدن ترامپ این وضعیتی که آمریکایی‌ها نیروهاشون از سوریه خارج بکنن و اونجا را تقریبا مدیریت سوریه را بسپارن دست روسیه، چون به صورت کلاسیک و قدیمی این حضور روسیه در سوریه از زمان شوروی وجود داشته، این ناشی از باز توافق بوده که باید دید این دو کشور آیا دارن نقش جدیدی رو در جهان بازی میکنن یا آمریکایی‌ها عملا جهان دو قطبی رو پذیرفتن برای کنترل اروپا، برای کنترل چین، برای ثبات بخشیدن به خاورمیانه و کنترل دولت‌های امپراتوری‌ها در خاورمیانه. باید این رو در صورت ببینیم. پوتین رئیس جمهور روسیه در روز پنجشنبه 25 آوریل در دیدارش با آقای کیم رهبر جوان 35 ساله کره شمالی به او قول داد برای حل مشکلاتی که در
برنامه هسته‌ای این کشور به وجود میاد کمک کنه. خب پوتین در این نشست که در دانشگاه ولادیوستوک در گذار شده بود به کیم جونگ اون اطمینان داده برای بهبود رابطه میان پیونگیانگ و واشنگتن هر آنچه از دستش برمیاد انجام بده. کیم جونگ اون از پیونگیانگ با قطار مخصوص مجهز به تسلیحات جنگی به اصطلاح در سفری که یک روز طول کشید و اونا وارد منطقه ولادیوستوک شد. خب گرچه به اصطلاح در سفر قبلی هم آقای ترامپ راضی بود اظهار خوشحالی کرد، هم کیم این جونگ اظهار خوشحالی کرد، این وسط کی موش دوون و حرفای غیر متعارف و غیر عادی زد که تمام اون نتایج مثبت رو به باد داد، بی تردید جان پومپو و آقای بولتن. اینا عجیب استعداد دارن، همون پنج تا شخصیت گروه بنیامین، بن سلمان، بن راشد، بولتون و اینها در سه چهار تا همه بازی ها رو به طرف جنگ میخواد سوق بدن و نیروهای دیگه خلاف این رو انجام میکنن. طبیعتا آقای ترامپ احتیاج به سری دستاوردهای مهم تره برای پیروزیش در 2020. یکی از اونها بی تردید مسئله کره شمالی است که امکانش هست. حالا چه کشورهای زینفن از اینکه مثلا سول به کره شبه جزیره کره برگرده، کیا زیاد علاقمند نیستن. بی تردید کره جنوبی به شدت علاقه منده، چون در صورت وحدت دو کره اگر در این مسیر حرکت بکنه، صلح حاکم بشه، پتانسیل های صنعتی علمی کره جنوبی و نظم انضباط نظامی و سلاح اتمی، توانایی اتمی اون اگر سلاح را بذارن کنار، ولی در صورت ارتش توانا داره، یه قدرت جدیدی رو در شرق آسیا وجود میاره و توانمندی اقتصادی کره جنوبی رو به شدت بالا میبره. روسیه شدیداً به این رشد احتیاج داره، چون بخش شرقی اون ولادیوستوک و مناطق اونجا احتیاج به صنعتی شدن زیاد داره و پیونگیانگ از طریق راهن به سئول و سئول و پیونگیانگ به راهن سراسری روسیه وصل میشه که ترانزیت کالا، حجم تجارت، سرمایه گذاری کره جنوبی در اون مناطق اون را اونجا به شدت و به سرعت آباد میکنه. این اهمیت داره. ولی چین در صورت اگر چنین وضعیتی به وجود بیاد یه رقیب قدرتمند تجاری خواهد داشت و از کارت اتمی کره شمالی دیگه نمیتونه برای باجگیری یا زیر فشار قرار دادن آمریکا در مورد مسئله تایوان، در مورد مسئله آبهای چین، جزایر مصنوعی و بسیاری مسائل ژئوپلیتیک اونجا استفاده کنه. خب اینجا آیا روسیه بازی دوگانه‌ای داره انجام میده؟ از یک طرف در حال حاضر شدیداً به مسابقه متحد چین عمل میکنه، ولی از طرف دیگه میبینیم که تلاش بسیاری میکنه که با آمریکا در خیلی از زمینها به توافق برسه. خب آمریکایی هم مثل که فهمیدن برای کنترل جهان دو قطبی، نظام دو قطبی جهان آسون تر هست، بهتر هست تا با قدرت های نوظهوری مثل اتحادیه اروپا درگیر بشن یا با قدرت های در شرق و خصوص با چین درگیر بشن که
ظاهرا تاب رقابت اقتصادی با چین رو ندارن. عملا الان شاهدش هستیم که چین نه تنها قاره آفریقا رو تقریبا به قول اروپایی بلعیده، داره جای پاهای محکمی در آمریکای لاتین باز میکنه. یعنی اونجا دیگه اون داستان آمریکای لاتین حیات خلوت آمریکا هست دیگه تمام شد و متحدین استراتژیک برای چین به وجود اومده، از ونزوئلا گرفته تا کشورهایی که مسئله جاده ابریشم رو و راه‌های آبی جاده ابریشم رو که تقریبا یه چیزی دور دنیا میخواد این ترانزیت و این رابطه رو برقرار بکنه در حال شکل گرفتن. البته در اینجا میبینیم که روسیه هم از اون فضای اقتصادی که جاده ابریشم به وجود میاره و حلقه ارتباط چین با اروپا، کشورهای در مدارش روسیه هستند، مدار اقتصادی سیاسی حتی نظامی مثل تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، کازاخستان، اینا این مسیر در صورت باید دیگه کنه. روسیه هم از پیامدهای ژئوپلیتیک این مسیر و این حرکت نگران است، بخصوص وقتی که این تمایل دیده میشه که در این کشورها چین داره پایگاه نظامی میزنه، بخصوص الان در تاجیکستان او یا این کار رو داره میکنه. این پیامده و نگرانی ها و آینده نگری ها رو داره و تنها این دو کشور با پتانسیل هایی که دارن، نظامی بخصوص، میتونن نظم نوین جهانی رو به وجود بیاره. آمریکا به تنهایی نمیتونه. به نظر میرسه که افراد زیادی در آمریکا صاحب نظران به این نتیجه رسیدن. ولی اگر چین و روسیه به هم به شدت نزدیک بشن که برگشت ناپذیر بشه، اون موقع دیگه آمریکا باید وضعیت خودش رو روشن کنه دیگه نمیتونه. اما الان هنوز بازی سازش و ستیز هست یا جدال و همکاری هست. این تضاد توی وضعیت بی‌ثبات جهان امروز نتیجه دوران گذار هست، هیچقدر به طور کامل قطعیت نداره، ولی تلاش ها کاملا دیده میشه. در همین بازی هم هست که سرنوشت آینده خاورمیانه رقم میخوره، تو همین بازی هم هست که سرنوشت کشور ما هم رقم میخوره. اما هنوز تهدیدات نظامی، فشارها، دیپلماسی نظامی فعاله. توی همه هفته گذشته ناوهای هواپیمابر یک سو به ابراهام لینکن به خلیج فارس آمده و ناوهای دیگه هواپیمابر آمریکا در دریای مدیترانه فشار به روسیه را انجام میدن. این فشار و سازش ها محسوسه. یا در دریای سیاه مانور ناتو رو ما میبینیم. البته الان ناتو یا کشورهای اروپایی به هراس افتادن، مثلا لیبی رو با تیزروشی دیدن که این چرخش تمام منافع رو به خطر میندازه، چرخشی که میتونه آمریکا و روسیه رو بر لیبی مسلط کنه و بخصوص نفت لیبی و نفت خوب لیبی، بهترین نفت جهان هم است، تقریبا کمپانی انگلیسی اروپایی رو بندازه بیرون و کمپانی آمریکایی و روسی رو بیاره. همین اتفاق در عراق صورت گرفته که کمپانی های روسی و آمریکایی نقش دست بالا رو گرفتن. میتونه همین اتفاق تو ایران بیفته، میتونه همین اتفاق در جاهای دیگه هم صورت بگیره. اما با توجه به اینها میبینیم که رزمایش دریای چین هم در جواب به رزمایش دریای ناتو چیز است، چون بر اساس همین نزدیکی الان احتمالیه که اوکراین جدید، جمهوری جدیدش به طرف روسیه خواهد
گام خواهد گذاشت، تنش فیمابینا از بین خواهد رفت، جمهوری لوهانسک و شرق اوکراین از حالت ستیز به حالت عادی در رابطه با کل اوکراین باز خواهد گشت. اینجاست که انگلیسی ها و فرانسوی ها وحشت کردن با این وزیر جدید، نکنه روسا بخوان همین بازی رو توی پریبالتیک انجام بدن، یعنی لیتونی و استونی، با توجه به اینکه در این کشورها که کشورهای پریبالتیک معروف هست درصد جمعیت روسا بسیار بالاست، برخی هاشون حتی 44% روس هستن. اینجاست که انگلیسی ها رو به وحشت انداخت، فرانسوی ها رو که تفنگداران دریاییشون رو اعزام کردن، انگلیسی ها حالت تهاجمی گرفتن ولی روسا اونا رو جدی نمیگیرن. بنابراین نیرویی که جدی است از روسا آمریکایی هستن و فرانسوی ها، انگلیسی ها، مجموعه اروپا اگر جمع بشن با هم حریف روسیه در بعد نظامی نخواهد شد. اما در همین رابطه در آزمایش دریایی چین با 15 کشور خارجی برگزار کرد، معاون فرمانده نیروی دریایی چین گفته به مناسبت 70 سال تأسیس نیروی دریایی چین، یک آزمایش با حضور ناوهای جنگی 15 کشور در بندر چین گاندو چین در واقع در شرق کشور برگزار شد. مهم این کشورها هستند، شامل روسیه، تایلند، ویتنام، هند، لاوس، فیلیپین، مالزی و شناورهای جنگیشون فرستادن اونجا. از طرف جمهوری اسلامی هم حسین حائری‌زاده امیر دریادار و فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هم در این مراسم شرکت خواهد کرد. این در صورت کشورهایی هستند که آمریکایی‌ها خیلی امید بستن از تضاد، به عنوان مثال ویتنام با چین روی مسئله اختلافات جزیره‌ای که دارن، روی ادعای ارضی دارن، یا اختلافاتی که وجود داره برابرداری کنه. ظاهرا به نظر میرسه که این اختلافات شکافی بین اینها نمیندازه و به اصطلاح چیز میکنه. اما در رابطه با فشار به جمهوری اسلامی هم اگه نگاه بکنید، سیاست چین با توجه به مسئله تحریم ها خیلی محکم در مقابل سیاست آمریکایی ایستاده. وزیر خارجه چین گفته این تحریم ها غیر قانونی است، هیچ قانونی پشتش نیست، قانون بین المللی منظورش هست، طبیعتاً چین تبعیت نمی کنه. به گزارش ABC نیوز، سخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از لغو مطالب و تشدید تحریم های یک جانب نفتی علی ایران که تجارت نفتی چین با ایران مشروع و قانونی هست تاکید کرده روی این. و کاخ سفید هم گفته که معافیت 8 کشور رو برداشته و دیگه چیز نیستن. در همین رابطه طبیعتاً ترکیه و مالزی هم به شدت مخالف این تحریم ها هستن که با وزیر خارجه ترکیه این عمل رو شیطانی نامیده، یعنی همون شیطان بزرگی که خمینی میگفت، اما به اصطلاح آقای معاون رئیس وزیر خارجه ترکیه بیان کرده. با توجه به اینها، این فعل انفرادی که داریم میبینیم خلاصه این نظر رو تشدید میکنه که این کسانی هم که امید بستن به اصطلاح صادرات نفت ایران رو به صفر برسونن، نظر غیر ممکن است. با توجه به اینکه بیشترین بزرگترین وارد کننده نفت ایران چین هست که رقم بسیار بالایی است، تا اونجا که در ذهنم است نزدیک به 800,000 بشکه نفت چین وارد میکنه و الان بندری که در چین ساختن و به اصطلاح فعال کردن در رابطه با نفت، عملا بسیاری از نفتکش‌های جهان مثل بندر روتردام در هلند که هر دکه از نفتکش داشت می برد اونجا و آزاد می فروخت، قراردادی نمون نفتکشی بود، این تجارت کاملا آزاد بوده، الان در چین یه همچه وضعیتی است که می تونن نفت خودشون رو از مالزی تا سنگاپور تا فیلیپین تا کره شمالی، کره جنوبی یا
حتی استرالیا و نیوزلند نو بیان از این کشتی ها نفت بگیرن و حربه ارزان فروشی که جمهوری اسلامی داره. و این که گفته میشه عراق نفتش افزایش داده، 250,000 بشکه خنجر به ایران زده، نه، اینا در اوج همکاری داره این کار صورت میگیره و اینگونه نیست. چرا؟ بیاد داریم وقتی که صدام حسین در سال 91 تحریم نفتی شد که سازمان ملل هم اعمال کرده بود که نفت در مقابل غذا و دارو فقط میتونست بفروشه، ایران بخش قابل توجهی از نفت عراق رو میخرید، البته به خیلی ارزان، و میفروخت و به اصطلاح عملا تحریم های سازمان ملل رو دور میزد. همون موقع تا خود همین سازمان مجاهدین از طریق فروش و شاخه زدن و یا شبکه زدن در اروپا با مافیای سیسیل و فروشندگان اینجوری نه تنها تحریم ها رو دور میزد، بلکه خود سازمان مجاهدین به پولهای افسانه‌ای دسترسی پیدا کرد. از همین تحریم ها بود که خاندان رفسنجانی و ایل تبارش اینا به یک ثروت های نجومی دسترسی پیدا کردند. اما طور که دیدیم تحریم ها در دوران احمدی‌نژاد افرادی رو یک شبه میلیاردر کرد، میلیاردر دلاری مثل بابک زنجانی و اینا. این بازی ادامه داره، این که کسانی مثلا بخوان خاندان و اردوغان اساسا فک و فامیلش تماما توی بازی نفتی ثروت های عظیم به دست آوردن در دوران نفت عراق، تحریم عراق، در دوران نفت ارزان از کردستان عراق، دوران نفت بسیار ارزان از داعش که بخشی از نفت عراق و سوریه رو میفروخ از طریق تانکرها و یا حتی لوله هایی که درست کرده بودن، لوله های شلنگ مانند 4 اینچی که از خاک سوریه شلنگ میزدن به انبارهای مرزی ترکیه و اونجا روزانه به اصطلاح انباره 100,000 200,000 بشکه جا به جا میشد نفت. یعنی این ادعا که نفت آقا به صفر میرسونیم، این اصلا واقعیت نمیتونه داشته باشه و چه از طریق رسمی نمیتونه نشده، کشورها قبول نکردن، چین در رأسشونه، روسیه در رأسشونه، برای اینکه الان تحریم نفتی ونزوئلا رو که خیلی هم قوی اعمال میشه از طرف آمریکا، از طرف کمپانیهای روسیه کاملا زیر پا گذاشته شده و رسما هم اعلام کردن ما وارد این بازی تحریم ها نمیشیم. اون نیست که آمریکا بتونه همه کارهای خودش رو مدیریت کنه و به همین دلیل هم این پدیده که زیر فشار تحریم ها، بحران شدید اقتصادی، گرسنگی شدید، شورش های نان و این چیزها به نظرم نمیاد و اونایی که روی این مسئله حساب باز کردن یه مقداری با احتیاط‌تر حرکت بکنن و این رو ببینن که جهان از درون خودش داره یه تغییراتی داره صورت میگیره تو بازی جهانی و این مسئله در صورت کاملا مشهوده. تو این زمینه واقعیت ها رو برخند برخی از روزنامه های به اصطلاح غربی خودشون به درستی بیان میکنن. به عنوان مثال یه تحلیلگر آمریکایی معتقده که دونالد ترامپ قصد داشت با سردنگون کردن دولت ونزوئلا و سپس کوبا در آستانه انتخابات سال آینده برای خود امتیاز به دست بیاره. پس بنابراین کاملا مشهود کاخ سفید دنبال یه پیروزی میگرده، این پیروزی میخواد در ونزوئلا باشه، در ایران باشه، در کره شمالی باشه، در آفریقا باشه، یه پیروزی ملموس که ادعا کنه، سند بیاره رو میز بذاره که آقا من اینو به نفع ملت آمریکا و دولت آمریکا حل کردم و این نفع بردیم. و همین دلیل در آستانه انتخابات احتیاج به این پیروزی رو داره، ولی حمایت روسیه و چین از کاراکاس و هاوانا مانع جدی برای اجرای نقشه واشنگتن شد. من یاد دارم اون روزای اولی که این آقای گوایدو، الان هم خیلی خودشون سعی میکنن گوایدو نشون بدن، یه سری آمده بودن همین میدان انقلاب مخملین میدان اوکراین رو میگفته، حالا برو انتخابات نگاه کن، پیروزمند انتخابات میدان آنچنانی که خیلی از این تحلیلگرای
ایرانی خیلی حساب بسید.